صبتان و بیننده برنامه صبح زندگی هستین و ساعت سوم برنامه هست موضوعی که امروز انتخاب کردیم در برنامه در رابطه به ای است که ورزش زامن صحت و سلامتی و تا حالا مهمان بسیار عزیزی همراه ما بودن که در رابطه به این موضوع صحبت همراه ما و شما شریک ساختن اما در این بخش برنامه در لحظات اول ساعت سوم برنامه صبح زندگی ترنر فیتنس و پرورش اندام جناب سیار همکار ما که برنامه ورزش و سلامتی را روز ما داریم قبل از برنامه صبح زندگی تقدیم ما شما نام برنامه ورزش و سلامتی که در کنار از اینکه همین لحظه میمان ما هستن همکار بسیار خوب ما هم هستن شما رو خوش آمدید میگم صحبتات بخیر تشکر از شما اول میخوایم سلام تقدیم کنم خدمت تمام افغانستان تمام باشد. مردم افغانستان خدمت تمام مردم جهان بخصوص به ورزشکارا زنده سلامت تخصص میتیمش به خاطر ورزشکارا که تشویق شود تمام مردم ما که ورزش کنن خدا کنه که جور ساعت باشین زنده و سلامت باشین من به جای ورزشکارا والیکم میگیرم تشکر سلامت باشین از اینکه خودتون ورزشکار هستین و ورزش دوست هم هستین و ورزشکاران از همینجا برشان سلام فرستادین و همچنان به تمام هموطنان عزیز ما آقای ادیب میخوایم در نخست از این بپرسم ازتون که چرا اصلا باید ورزش کرد چرا بدن ما نیاز به ورزش داره گپ خوب بسیار سوال بجا خب اگر زمانی که یک انسان همیشه فعالیت فکری داشته باشه فعالیت, فعالیت, جسمی نداشته باشه طبعا ذهنش هم خسته میشه جسمش هم از این لحاظ برای هر فرد برای هر شخص ضروری است فرض است ما فرض میدونم بالای هر شخص که باید ورزش کنه چی ورزش های سقیل باشه چی ورزش های سبک باشه هر کس به توان خود باید یک ورزش پیش خود یک هدف بگیره و ورزش کنه چی بعد از تایم کاریش باشه چی قبل از تایم کاریش ورزش یک چیز ضروری یک انصار ضروری و فرضی است در بالای هر انسان بخاطر وقتی که یک انسان زمانی که فعالیت نمیداشته باشه همون شکل ازلاتش خسته میشه اما شکل ذهنش خسته میشه اما شکل فعالیت های قلب فعالیت های شش فعالیت های گرده فعالیت های میره بتی شده میره وقتی که این فعالیت ها بتی شد طبعا آدم به طرف کوهولت به طرف خستگی به طرف بیماری ها میره و امی باعث از این میشه که بیمار شوه خسته شوه زود پیر شه. واقعا من توصیم به عزیز لحاظ است توصیم چی که توصیه تمام کسایی که یعنی از ورزش آگاهی دارن امیز بر تمام افراد یا تمام مردم و تمام اشخاص که ورزش باید بکنن چون ورزش که انصار ضروری است برای هر انسان ورزش <applause> هم دیگه عمر زیادتر می و ول... هر روز دیگه یک شخصی که مثلا رو به سن بالا رفته میره او رو جوانتر میسازه بله بله. چرا که سن تندرستی خودش را تضمین میکنه آقای ادی به در رابطه با بگوین مناسب ترین وقت برای ورزش کردن چه موقع است آیا به نظر شما صبح است یا از طرف دیگر برای کسایی که وزن اضافه دارند بهترین وقت از طرف صبح است چون وقتی که فعالیت میکنن بدنشان عمو مقدار کالوری که میسوزانه. بعد از این های ذهنی و فعالیت‌های جسمی هم می داشته باشه بعد از یوم اما کالوری انرژی را که در طول روز می با انجام دادن کارهای فیزیکی و کارهای ذهنی این را باز از بین می‌بره. برایش برش از طرف صبح بهترین تایم از بهترین وقت است که از طرف صبح ورزش کنه کسایی که می‌خوان چربی سوزی داشته بله. باشند کسایی که, که, شو انجام که شو وزن انجام امه. بتن اما کسایی که می‌خوان وزن می کسایی که میخوان یک بدن زیبا داشته باشن یا در صورت کل بگیم که کسایی که یعنی مصروفیت بیرونی مهم. یا مصروفیت کاری زیاد ندارن میتونن از طرف شام هم ورزش کنند بهترین تایم برای کسایی که میخوان وزن بگیرن از طرف شام است چون وقتی که عضلات بالاش فشار وارد میشه ضرورت به یک استراحت داره وقتی که سرعت داده شد اون وقت است که بازی کالوری و انرژی و پروتین به خود جذب میکنه و باعث ازی میشه که وزلات برجسته و قوی بشه. پس کسایی که مثلا اشتهای زیاد و خوب ندارن، مهم. اینا مثلا از طرف صبح اگر ورزش کنن هم وزن خود کاهش میدن، هم اینکه زیادتر گرسنه میشن و کسایی که زیاد ضعیف و لاغر مهم. هستن میتونن دوباره غذا بگیرن و تغذیه درست داشته باشن، بله. اشتهاشون دو چند بشه. ولی کسایی که مثلا میخوان کمی مثلا اندام زیباتر و تر و زیباتر داشته باشن، از طرف دیگر کمی ورزش کنن، میتونه تاثیرات خوبی هم داشته باشه. حالا استاد بعضی وقتا مثلا پیش میایه که ما ورزش میکنیم ولی فایده های درست نمیبینیم. آیا به نظر شما برنامه دقیق در این راستا نیست که اونا هیچ فایده ای ورزش خودشان نمی و او اندام ایدالی که دوستان او را بدست دست یا بعضی مسائل دیگر در این بین هست که خودشان آگاهی ندارن خب ما در دو یا سه کاتگوری ورزش هدف خود قرار بدیم اولی که هدف اساسی ما صحتمندی ما باشه وقتی که ورزش می ورزش انجام بدیم ای که ورزش میکنه از اندامش متناسب نمیشه یا او اندامی را که میخوای به بیاره او را بله، در صورتی که همو ورزش خودشان انجام میتن و همچنان اهمیت میتن به ورزش کردن ولی نمیتونن او چیزی که خودشان از ورزش خودشان میخواهیم بدست بیارن او را بدست ناوردن تحق. او گفتم هدف اولی ما باید صحتمندی ما باشه همین که برای نیم ساعت یک ساعت از طرف صبح یا از طرف شام قدم بزنیم دوش کنیم یا بعض حرکت های یک <applause> سلسل های منظم در یک وقت ماین انجام بدیم یه خودش ورزش میشه و با حس سلامتیش میشه چی بخوای یا نخواه از لحاظ جسمی ای برش مفاد خود رسانده اما اگر بخواین که <applause> یک ب... مرحله یا استپ بعدی شب تایی کنن یا اندام خوب داشته باشن و بتانن به مو هدفی که دارن که برسن باید به رهنما ضرورت دارن چی از لحاظ برنامه های تلویزیونی باشه تعقیب کنن اگر دسترسی دارن اگر دسترسی ندارن میتونن کلاپ کلپ ها برن در جیما برن سبتنام کنن تحت نظر مربیا زیر نظر مربیا میتونن با مشوره که مربی برشان میته که چی برشان خوب است کدام غذا را استفاده کنن کدام <applause> ورزش را انجام بدن تا مو هدفی که دارن بتونن به خوبی و عالی خب شما با پلان اشاره کردین درست است مثلا مم. حالا میخوایم پلان داشته باشن ولی برنامه ریزی داشته باشن برای اینکه اونا کدام زمان مناسب بدانن برای ورزش کردن و چگونه بتونن طبق همون پلان خودشان پیش برن ولی که اولین کاری که باید انجام بدن در قسمت یعنی در سطر اول که باید خودشان آماده بسازن برای ورزش کردن اون نکته مهم چی است حالا کسایی داریم ما باشگاه و جایی که برای ورزش کردن آماده است نمیتونن مراجعه میخواین در خانه ورزشی خودشان را داشته باشند. هدف اولیش فقط تصمیم یک انسان است اول تصمیم میگره وقتی که تصمیم گرفت مهم. چی در خانه باشه چی در جیم باشه چی در کلاب چی در بیرون در هر جای میتونه ورزش خود انجام بده هدف اول اساسی یک ورزشکار فقط هدفش است تصمیم جدیش است ما یک تعداد دوستا داریم که همیشه توصیهش میکنیم که برو ورزش کن میگه سر از روز شنبه <متصفح> هیچ گاهی روز شنبه از او پورا نمیشه ده. واقعا هر بار که پرسانش کنی باز میگه والا این هفته روز سه شنبه شده باز سر <متصفح> از روز شنبه اما کسی که بخواد که ورزش شروع کنه واقعا تصمیم اینجا مهم است سر از اون لازم میگم و میرم چند حرکت محدودی که حداقل اگر تایمم نباید وقت برای شاری نکنه همون وقتی کوتایی که اون داره میتونه صرف ورزش کنه از اون لحظه از همون آغاز از همون از اون نقطه شروع کنه ای از اینجا جا که تصمیم گرفت میتونه مرحله بعدیش هم سپری کنه در خانه اون برنامه های تلویزیونی که ما تلویزیون آریانا نشر میکنه است برنامه خودتان برنامه ورزش و سلامتی قبل از برنامه صبح زندگی که به نشر میرسه بله بله از بسیار به خوبی و به درستی استفاده کنن چون ما اما نقطه ای که یعنی مردم ما ضرورت دارن اما ام نقطه را متوجه شده این حرکات را برشان تنظیم کردیم که یه خوشخبری دیگه هم داریم برشان که انشاءالله فصل بعدی برنامه هم انشاءالله به زودی میشه و نشر می سپرده میشه از طریق خود تلویزیون و آریانا که منتظر ما و منتظر برنامه ورزشی ما باشند استاد میخوایم یک پیام ورزشی از شما بشنیم چی پیام دارین؟ شعار شما چی است؟ شعار ما همی از به تمام هموطنان عزیزم که بیاین ورزش کنیم تا جسم سالم، ذهن سالم و یک جامعه عاری از نفاق اتیاد و مزرات داشته باشیم زنده و سلامت باشین جناب آقای سیاردی باز اینکه امروز با ما همراه بودیم وقت خوش برتان. بخیر تشکر اسم. از حضورتان